این شهرآورد در مستطیل سبز و حواشیش هم صحنه‌های زشت و کاملا غیر ورزشی داشت. چه قلوه سنگی، چه عرض کنم، صحنه‌هایی که باز از تعدادی تماشاگر نما دیدیم و الفاظ ناشایستی که از این افراد شنیده شد. در این شهرآورد الفاظ تأسف‌بار فقط از روی سکوها شنیده نشد. کاپیتان پرسپولیس هم اعتراضش رو به رئیس سازمان لیگ با الفاظی خجالت آور عنوان کرد. اعتراض به چیه؟ نمیدونم. اصلا متوجه شدین به خاطر چی اومدی حرف زدی؟ نه متوجه نشدم. نمیشناسم اصلا کی هستش آخه بابا، کی هستش آقا محمدی محمدی. در طرف دیگه هم اصل ماجرا اعتراض به حمید استیلی بود. تماشاگران ما رو تنها گذاشتن، هیچ کی نمیاد یا اینکه اینا پشت میزن تا دقیقه آخر تشویقش کرد. داداش من تیم از اول بد دسته شده. اعتراضاتی که با شعارهای شرم‌آور دی از طرفداران پرسپولیس ادامه پیدا کرد و علاوه بر بازی اخلاق رو هم باختند. حمید استیلی هم داره میشنوه چون هنوز نرفته داخل رختکن شدت ناراحتی. و دقایقی بعد از این ماجرا استیلی استعفای خودش رو اعلام کرد. و حالا حاشیه سازان این شهرآورد باید در انتظار اون محرومیت و جریمه ای باشن که کمیته انضباطی وعده اون رو داده. کریمی، علی کریمی با پشت پا رضایی، کورنر، زنگ خطر اول رو پرسپولیس به صدا در میاره. حرکت میکنه فرهاد مجیدی، همه رو جا گذاشته، خودش ضربه رو میزنه. فرصت است برای آرش برهانی، موقعیت برای فرهاد مجیدی. یه بار دیگه می داوودی برای مجیدی، خود مجیدی درون محوطه جریمه و ادامه بازی. خب این صحنه رو ببینیم. فرهاد مجیدی توپ عبور کرد، از بین دو بازیکن عبور داد. خود مجیدی به روی دروازه، فرصت برای استقلال، چیزی نمونده بود که دروازه رو باز بکنن. آرش برهانی وقتی نامید شد از گل شدن توپ سعی کرد که یه پنالتی رو بگیره، اتفاقی که نیفتاد. علی کریمی خودش با تکنیک بالا در عرض، فرصت برای پرسپولیس. مهرداد اولادی فرصت طلایی رو از دست داد. کار زیبای علی کریمی او رو در موقعیت گل قرار داد. یه موقعیت، فرصت برای علی کریمی، خودش رو پای چپش، علی کریمی. آه، از نهاد هواداری پرسپولیس بر اومد روی این صحنه. منتظری، جباری توپ رو میفرسته، شریفات پشت مدافعین، خود شریفات ضربش رو نمیتونه در چارچوب بزنه. تیموریان پشت توپ ایستاده، میزنه توپ رو بلند به روی دروازه، یه فرصت، به زیر توپ ضربه میزنه شریفات. امیرآبادی از راست تو رفته، حالا برای او موقعیت هست. یه پاس پشت مدافعی، فرصت به جباری و توی دروازه، توی دروازه. مشتبه جباری گره کور این بازی رو جباری برای استقلال باز میکنه. پرویز مظلومی هم این بر جشن شادی برقرار کرده، اما مشتبه جباری ترجیح میده همونجا بمونه و جشن شادیش رو با آندو تیموریان و دیگر بازیکنان هم تیمیش قسمت بکنه. یک بار دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. پاس عالی که در عمق فرستاد نفوذ جباری و به همین ترتیب حساب کار 1-0. مهدی امیرآبادی شاید طلایی ترین پاس دوران بازی خودش رو داد با این حرکتی که انجام داد. جباری، حالا همون پاس او برای برهانی، فرصت. یه بار یه فرصت هست پشت مدافعین برای فرهاد مجیدی، به استقبال توپ میاد حقیقی درون محوطه جریمه و پنالتی. پنالتی به روی فرهاد مجیدی.
مامادو تال مقابلش هست، ببینیم جریمه شخصیش میکنه یا نه. فرهاد مجیدی در حالی که اشتباه مسلم حقیقی فرهاد مجیدی رو داشت در موقعیت گل قرار میداد. جباری ببینیم میتونه گل دوم خودش رو در این مسابقه بزنه یا نه. علیرضا حقیقی است و او حالا جباری میزنه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 2 پرسپولیس 0، ببخشید مشتبه جباری 2 پرسپولیس 0. مشتبه جباری اونقدر هوشمند بود که در اون مقطع مصاحبه رو انجام بده. حمید استیلی تمام غمهای عالم روی دل او سنگینی میکنه، حمید استیلی که حالا صرف نظر از مسائل فنی بدبیاری هایی هم داشت. مشتبه جباری استقلال رو 2-0 پیش میاندازه. چه اشکاییست روی نیمکت پرسپولیس. آن دو تیموریان تصویر آیستر رو وقتی بازی آروم گرفت خواهیم دید که فشنگچی چطور شد که تعدادش به هم خورد. یه فرار از قلب خط دفاع اسماعیل شریفات، فرصت هست، خودش رو گل سوم. استقلال 3 پرسپولیس 0. فراری که از قلب خط دفاع انجام داد اسماعیل شریفات، نامش در جمع گلزنان داربی به ثبت میرسه. بازوبند رو هم بر بازوی او میبندن. ببینید از این تصویر خیلی من متوجه نشدم که دقیقا آیا بوی آفساید میداد یا نه، ولی به هر حال تک به تک شد با دروازه‌بان. سخندان ادامه بازی داد و اسماعیل شریفات. آقا چرا نتیجه اینطور شد؟ آقا ما نمی‌بینیم سازمان لیگ تمام بازی‌های جام حذفی و روزهای دیگه گذاشته، برای پرسپولیس الان گذاشته. پرسپولیس ما کاری وقت اضافه بازیکناش کم آورد. آقا چرا بازیکن تعویضی نداره؟ چرا؟ تعویض نداره. آقا همه بچه‌ها جوونا رو آورده. امید آورده. چرا آخه؟ چند وقته هی میگن مربی خب استیلی نمیذارن کارشو کنه، هی میگن فردا ما یه مربی دیگه میاریم، یکی دیگه میاریم. خب بدبخت، خب معلومه اینطور میشه دیگه، چی کار کنه این کار؟ بد نمیخوره آقا. سر دفاع، فقط دفاع، دفاع. من سلام عرض میکنم، این بازیکنها کمکاری میکنن. این خارجی رو از کجا آوردن؟ اصلا پنالتی دوم که اون گرفت، پنالتی دوم خارجی مقصر بود. اصلا تو زمین معلوم نیست داره چیکار میکنه. پول مفت، پول بیت المال میدن به اینا. داره استیلی زحمت خودش رو میکشه، خب چیکار کنه؟ نمیتونه لخ، نمیتونه استیلی لخ بشه بره تو زمین که. بازیکن‌ها کمکاری میکنن، بی غیرتن. پول میگیرن، پول میلیاردی میگیرن، میلیون پول میگیرن. دارن تماشاگرها هر نفرشون نفری 8000 تومان داده اومدن اینجا. هیچی. آقا استیلی یه مربیه، بازیکن باید خودش رو تو زمین کار بکشه. مربی تاکتیکو میده، بازیکن باید اجرا کنه. بازیکن‌ها اصلا کاراییو ندارن. اصلا استیلی مقصر نیست تو نتیجه این بازی. بهترین بازیکن‌ها رو داره پرسپولیس، علی کریمی، غلامرضا رضایی، ولی خوب بازی نمی‌کنن. فقط نمی‌دونیم چرا اینطوریه. ترکیب اصلا بلد نیست بچین حمید استیلی. 90 دقیقه داره پرسپولیس یه تعویض نکرده، دارن دفاعی بازی میکنن با یه مهاجم، و استقلال داره با 3 مهاجم بازی میکنه. فقط میتونیم بگیم بسه دیگه، همین. ما این همه راه اومدیم، از سنندج اومدیم، دیگه کی میخواد جواب ما هوادار رو بده؟ این همه هوادار از صبح ساعت 5 اومدن اینجا، کی میخواد جوابشون بده؟ آقای رویانیان فقط میاد شعار میده تو تلویزیون. یه مدیر میخوایم، یه مربی بیاره اینجا که بتونه درد این هوادارا رو بدونه چی میگن. از صبح گلومون پاره شده. ما آب با آبی نه. تا چقدر ما باید این وضعو تحمل بکنیم؟ آقا این پرسپولیس مریض شده، مریضه. این مربی شاید عوض بشه. من نمیدونم چجوری باید بگم. من خواهش می‌کنم این مربی به در پرسپولیس نمیخوره. 3 تا آخه آبرو این تیمو داره میبره. اینجا 700-800 کیلومتر اومدیم اینجا، از دیشب بیرون استادیوم نشستیم، اومدیم از صبح جلوی این سرما. خدایی 8 ساعت رو اومدیم. آقای استیلی، خدایی 10 ساعت رو اومدیم، 4 بار پشت سر هم دارم. آقای استیلی نمیخواد پرسپولیس رو رها کنه دیگه. ناامیدی رفتم دیگه. چقدر آقا چقدر؟ غیرت اصلا نیست آقا. امسال بازیکن 500 بنو 600 بنو میگیره دیگه. چند بار بیایم آقای شهرواندی میگه آقا هیچ وقت شانس نمیشیم. امروز هم شانس نداریم. اصلا هیچ وقت شانس با ما نیست. شانس
بده از من این بازی آقا بازیکن بی غیرته افتخار دولت افتخار